روز یکشنبه هفت شهریور 1300 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تایید کرد که آمار کودک همسری در ایران از آنچه به طور رسمی منتشر می شود بیشتر است. محمود عباسی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در دولت با اعتراف به این که وضعیت ایران در رابطه با کودک همسری در مجامع بین المللی زیر سوال است گفت که در برخی خانواده ها دختران پیش از 13 سالگی عقد شرعی می کنند. وقتی به 13 می رسند با مراجعه به دادگاه عقد را به صورت رسمی ثبت می کنند. او این روش را دور زدن قانون توصیف کرد و گفت کودکان حاصل از ازدواج های غیر رسمی کودک همسری نیز تا زمان ثبت عقد والدین به صورت رسمی فاقد شناسنامه هستند. به گفته آقای عباسی در میان ازدواج‌های کودکان ثبت شده در سال‌های گذشته چند مورد ازدواج زیر 10 سال نیز وجود داشته است. از جمله یک دختر 9 ساله که ظرف 3 سال صاحب 3 فرزند شده و بعد طلاق گرفته است. بسیاری از فعالان حقوق زنان و جامعه شناسان با انتقاد به سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با حقوق کودکان بر این باورند که افزایش حساسیت جامعه جهانی نسبت به رفتار جمهوری اسلامی می‌تواند موجب اصلاح قوانین و کاهش دادن حقوق نقض شده سیستماتیک کودکان شود. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران 10 تا 14 سال در سال 1399 در مقایسه با سال پیش از آن 10.5% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در سال گذشته 31379 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. ازدواج کودکی در ایران نوعی خرید و فروش کودکان و بردگی جنسی است. مقامات جمهوری اسلامی توجیهاتی همچون خروج از بحران جمعیت یا حفظ سلامت اجتماع از طریق ازدواج یا مواردی از این دست برای کودک همسری دارند. اما واقعیت این است که این اقدام نوعی خرید و فروش کودک و بردهداری است. در شرع اسلام زنان صرفاً یک سوژه جنسی هستند و رفتار حکومت جمهوری اسلامی در این مقوله نیز بر اساس شرع اسلام است.